درود دوستان نازنین حالتون چطوره؟ توی این دست درس هایی که گذاشتم توی سایت یادگیری ای توی بخش آی آ 1 A2 یا B1 B2 هر دو پیداش میکنید اسم این دست درس ها خواندن و فهمیدن نامه های آلمانیه که باقی نامه ها رو پیدا میکنید در واقع میخوام بهتون بگم که ما میایم بهتون نکات نامه های آلمانی رو میگیم کلمات آلمانی که مهم هستن توی نامه ها زیاد تکرار میشن و میگیم که نامه هاتون رو خودتون بتونید بفهمید و نیاز نداشته باشید به صد نفر ایمیل و نامه و زنگ بزنید که این نامه ای من بخون ببینم چی توش نوشته اوکی پس با دقت پی بگیرید و این دست درس ها رو توی وبسایت ببینید که کار خودتون راحت بشه اوکی بریم که ببینیم قضیه چیه ببینید پارتنر یعنی طرف فرتراکس یعنی قرارداد طرف قرارداد من کیه شت اسن د اوبر آدرسشون چیه آدرسشون اینه حالا انش پرس پارتنر من کیه طرف صحبت من کیه که این نامه رو برای من نوشته سایشنش مثلا دی هفتاد و هفته یا هفتاد و یک حالا نوشتم تلفنش اینه فکسش اینه و ایمیلش هم اینه که این مثلا دی هفتاد و میتونه اینجا قرار بگیره که این توی سرور جاب سنتر اسن مستقیم میرسه به دست این خانوم که انشکریس پارتنر من بوده حالا اینجا کی هست؟ اینجا جاب سنتر بود سمت راست من هستم که اینها رو من توی درس های نامه نویسی آلمانی برای گرفتن نمره کامل گذاشتم که بازم اینا رو توی وبسایت یادگیری A تو بخش نامه نویسی میتونید پیدا کنید اوکی؟ که چطوری نامه رو صحیح بنویسیم میبینید که نه تنها ما باید درست بنویسیم که نمره کامل بگیریم بلکه خود آلمانی هم باید اینا رو توجه کنن و با دقت انجامش بدن حالا Vertragspartner طرف قرارداد کند مشتری که من مشتری جاب سنتر هستم که میخوام ازشون پول بگیرم اسم و فامیل منو نوشته و بعد آدرس منو نوشته و اینجور چیزها اینجا ببینید راستی گزتلیه فتختونگ فتختونگ میشه جانشین من بزرگی نیستمش برای کسایی که رو گوشی دارن میبینن و شاید این کلمه رو نتونن کامل ببینن فتختون جانشین گزتلیش میشه قانونی جانشین قانونی یا همون توی فارسی این کلمه میگیم میگیم چی بود؟ یادم رفته که یه نفر امضا میکنی میگیم از این بعد تمام کاری حقوقی رو میدم رسته ای کسی دوستاش تو کامنت بنویسه منم یاد بگیرم دوباره یادم رفته خب که ایمیل منو مینویسه و بگی نومه رو منو مینویسه و به آکونت نومه منو مینویسه توی اینها این, بگه از همش مهم تره کلمش چیه؟ یه کلمه هست بهش میگن به ویلیگونگ به وی گونگ اوکی به لی گونگ به گونگ یعنی چی؟ به ویل گونگ یعنی اجازه معنای تصویب میده و معنای مثلا موافقت هم میده بهتون یه شماره میدم میگن این شماره هست که ما موافقت کردیم که به شما پول بدیم و بهش میگن بگی نما آکی؟ حالا این یه کلمه مهم اول میگه که دیز فاو است گلتش اب تاریخ فلان بیس تاریخ فلان گولتش یعنی چی بگم؟ یه معتبر و از کلمه ها رو من با فکر کنم اینا فارسیش دقیقا چی بود سر شما یه بیلیت که میخرید میگن دسته یت گلتیش موقعی که شتمپش میکنید میگن ارسمال شتمپل دن است از یعنی اول شتمپش که بکنی بعد گلتیش هست اعتبار نداره خیلی ها جریمه میشن سر اینکه که یا نمیدونن یا نمیکنن یا یادشون میره که ستمپ کنن نا اون کارت بیلیت قطار یا اتوبوسشون میگه که این اگفا این اگفا که ما نوشتیم نامه ای که نوشتیم از تاریخ 14 یا تا 13 پنج معتبره اگه دقت کنید توی نامه هاتون همیشه همیشه شش ماه اعتبار داره و سر شش ماه که گذشت باید برین دوباره یک به ویلی فرمولا پو کنین که شرایط بگین مثل قبل تغییر نکرد من کار پیدا نکردم لطفا این شش ماه هم دوباره اجازه بدین من از شرکت جاب سنتر پول بگیرم حالا میگه که لنگستنز میگه که حد اکثر طولانی ترین یه دخ و همچنین تا بیسوم اند دس لایستونز انشپروخ خستن انشپروخ است تازه ایشلی یعنی انشپروخ ببینید انشپروخ میکنم این ورتر نیستم اینجا نیستم انش پوخ انش پوخ یعنی حق سه یکی حق پول بیکاری که شما میگیرین این انشپروخ میگه اون حق رو داره صحبت میکنه لایستون یعنی توانایی امکان این اس دو تا کلمه رو با هم میچسبونه میشه میگه حق توانایی میگه که این کلمه در واقع این لایستونگز انش پخ همون کلمه که ما توی ایرانی ها افغانستانی ها مده میگن حقوقمون از جاب سنتر یا پولمون از جاب سنتر این کلمه رو اگر بخوایم به آلمانی بگیم میگیم اونزر لایستونگ یا اگر دقیقتر تر بخوایم بگیم اونزر لایستونگز انش پوخه. انشپروخ یا اگر بخوایم جمعش رو بگیم انشپروخس برای اینکه فقط پول که میریزن به حسابون برای خورد و خوراک نیست پولی که بیمه مونه پولی که اجاره مونه پولی که پول نمیدونم آب و اینجور چیزا رو که بهش میدن جمع میشه میشه شپروخه اگر تنها باشه میشه شپوخه آنش بخوخ به آشنا دانش بخوخ پس شد پول که از شرکت نفت یا پول جاب که میگیریم این آنش بخوخ آف لایستونگن میگه که یک حق بر لایستونگ توانایی ها یا همون سهم که به همون میدن اون سهم پولی که به همون میدن از دیزه اگفاو بشد از این EGV بشد یعنی صحیم میشید شما حقش رو دارید نوع فقط زفن اوخ این سالونز انشپروخ او اسگیبیل 2 لایستونگن بشد میگه که این پولی که شما به عنوان اگفاو دارین میگیرید زمانی فقط انجامش امکان پذیر هست که شما حق گرفتن اسکیبه 2 لایستونگن داشته باشید این اسکیبه شاید خیلی ها بشناسن برای اونا که نمیشناسن اسکیبه 2 یعنی چی؟ برای این کلمه کلمات زیادی وجود داره من <تصفح> یه دونه سلش میکشم توضیح میدم در واقع به این میگن غند زیشه یا h یا جوب سنته گلد حالا دیگه خیلی خیلی آمیان است یا اینکه بهش میگن آبایت سلوزن گلد اینو این پایین بنویسم اون آبایت سلوزن لوز... گلد اینو همین میخواین یه اسکرین شات بگیریم این چهار کلمه برای همین پولی که از جاب سنتر میگیریم توی جاب سنتر اگر بهتون گفتن یا توی نامه ها نوشتن این چهارتا چهارتاش همون پول جاب سنتره میگه که "دیز انگلی درونگز فا این باغونگ انگلی میشه عضویت فا این قرار عضویت ویاد وی شود بدین وسیله verbindlich و این بعد میگه که سریعا بسته میشه این قرار داد به محض که شما این نامه تایپ شد قرار دادم بسته شده یه همچین مفهومی داره یه خورده اداریه این تیکهی که نوشته این جایی که الان خط میکشم خیلی اداریه زو به محضی که سویشن سایدلیش در این میون getroffen wird. treffen بید یعنی برخورد کردن دو نفر که همدیگر میبینن میگن دو نفر می میکنن برخورد میکنه از نظر چشمی چشماشون به هم برخورد میکنن همدیگر میبینن توی بیلیارد هم که بازی میکنین میگن مید بال موس دو تخفن یعنی بکوبی به اون میزه یا اینکه بولین که بازی میکنیم میگن دو موس دی زخ دی اسمش یادم رفته چی بود تخفن با بزنی بهشون ولی حالا میگه که اگر این قرارداد همچنان باقی خواهد بود وقتی که کین اندر وقتی که قرارداد دومی در میون نباشه منظور چیه یعنی اینکه شما برین قرارداد کار ببندید دیگه این اون گلتیش میشه اعتبار نداره یا اینکه شما ازدواج میکنید در این بعد باید حقوقتون و شوهرتون یا زنتون بده دیگه این اعتبار نداره یا اینکه نمیدونم شما قنته میشید اون سنتون از اینکه اصلا بتونید کار کنید میگذره دیگه باید از قند فرزی پول بگیرید میگه که این دیگه اعتبار نداره در این شرایط یه همچین مفهومی رو بار بدونید خیلی فرماله اینا فرمالیته نه فرماله که اینا رو با بدونید خب این خیلی گرامرش پیچیده هست و مفهومش پیچیده است فقط یه دور سری میگیمش چون فقط یه بار با بشنویدش میت aufgeführten آفگفورتن میگه که نخشتهند یعنی بعدن قرار گرفته منظور اینه که این زیر هستن آفگفورت یعنی پشت سر هم دیگه شدن پشت سر هم ریز شدن زیر هم دیگه قرار گرفتن فرپلیشتونگ یعنی تعهدات بایدها قوانین یعنی کارهایی که باید انجام بشه فرفلیشتون از میاد اجبار داشتن به کاری اون لایستونگن و اون پولهایی که گفتیم ازشون میزنیم پول و پولهایی که بهتون قرار بدن ویاد میشود فولگندس یعنی فولگن یعنی کلا تعقیب کردن بخوایم به فارسی بگیم معقبه میشه یعنی چیزهایی که در نهایتش خواهد اومد سیل هدف ففولگ ففولگ دوباره از فولگن میاد دنبال کردن میگه که این چیزهایی که این زیر نوشتیم هدفمون رو یه هدف رو دنبال میکنه حالا ببینیم هدف چیه آف نامه اوف نیمن یعنی آف نیمن آف نیمن شما با موبایلتون که ضبط میکنید یه عکس رو صدا رو یه تصویر رو میگن آف نیمن میکنه و کلا چیزی رو از چیزی گرفتن رو بهش میگن آف نیمن برداشتن نمیدونم یه همچین مفاهیمی و وقتی که شما یک شغل رو میگیرید در واقع یک شغل رو آف نیمن میکنید میگیرید میگه که آف نامه گرفتن این نیا یک بشفتیگونگ بشفتیگونگ یعنی مشغولیت در واقع میتونیم توی زبان آمیانه بگیم این بغوف یا این جب میشه یک بشفتیگونگ این خیلی اداریه کلمش که اونجا نمیگن برویه یه جب پیدا کن میگن زخون زیزیش اینه بشفتیگونگ یک مشغولیت برای خودتون پیدا کنید یعنی حالا میتونید دکتر بشی بنا بشی جراح بشی راننده بشی کارگر بشی هر کاری که میخوای مشغولیته auf dem ersten arbeitsmarkt در یک arbeitsmarkt یعنی یک جایی که شما میتونید کار کنید مارکت بازار کار بازار کار دقیقا کنم بازار کار خب از اینجا دیگه نامه خیلی پیچیده است خیلی خیلی اداریه و خیلی مهم نیست که به فهمیده شما و میریم سراغ درس بعدی فردا شب اینو مفاهیمی که میخواستم بهتون برسونم رسوندم تا بعد خدا باید.